تنش میان آنکارا و بروکسل همچنان بیشتر می شود. بعد از کودتای نافرجام اتحادیه اروپا هر روز از ترکیه می خواهد در چارچوب قانونی به آن واکنش نشان بدهد. رئیس جمهوری ترکیه به تازگی از رفتار اروپا ابراز ناخوشنودی کرد. وقتی اولوز... اتفاق مشابهی در پاریس میافتد و پنج نفر می همه میدوند آنجا و میپرسند چه شده است و چه کسی این کار را کرده است در کشور علیه دموکراسی کودتا شد و 238 نفر شهید شدند اما متاسفانه تا حالا هیچ کس نیامده به ما سری بزند نه از اتحادیه اروپا نه از شورای اروپا بیایند و مجلس ترکیه را ببینند باید بیایند و ببینند در چه وضعی است مجلس ما بمباران شده اینها کجا هستند از سوی دیگر اتحادیه اروپا از روند تصفیه ها در ترکیه که تاکنون 20 هزار نفر تیان بازداشت شده اند انتقاد می کند. از سوی دیگر بروکسل برای پیمان پناهندگان به ترکیه نیاز دارد. کشورهایی مثل یونان باید با نزدیک به چهل تا پنجاه هزار نفر پناهندهی که تاکنون رسیدند بسازند و نیز خودشان را برای افراد بیشتری که امسال و سال آینده میرسند آماده کنند. انکارا به بخش های اجرا نشده این پیمان انتقاد دارد بروکسل وعده داده بود که در ازای کنترل مهاجرانی که به یونان میرسند به مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا سرعت ببخشد و سه میلیارد یورو نیز برای کمک به پناهندگان در اختیار دولت ترکیه بگذارد زیگموند گابریل معاون صدر آلمان میگوید نباید تحت هیچ شرایطی از اروپا باج بشود باید این واقعیت را در نظر داشت که کشوری که میخواهد مجازات اعدام را به جریان بیاندازد چنان به شدت از اروپا دور می شود که جای هیچ گفتگویی برای عضویتش باقی نمی ماند ما باید بین سیاست های داخلی و خارجی اردوغان تمایز قائل شویم سیاست هایی که به خاطر آنها ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بعیدتر از همیشه به نظر میرسد. اما پیمان پناهندگان برای مبارزه با قاچاق انسان مفید است و به سه میلیون پناهجوی سوری ساکن ترکیه کمک می کند. بتوانند دارو تهیه کنند و بچه هایشان را به مدرسه بفرستند. خب کجای این بد است؟ بروکسل و آنکارا حالا باید بسنجند که هر کدام چه فوایدی برای هم دارند برای اتحادیه اروپا کنترل موج پناهندگان و ایجاد امنیت در برابر تروریسم مهم است و برای ترکیه هم حفظ پیوندهای اقتصادی و افزایش ثبات سیاسی در منطقه بسیار خطرناک اهمیت دارد